همکارم حسین باستانی با ما هستن آقای باستانی جایگاه ارتش و سپاه الان در جامعه ایران کجاست؟ آیا از دید عموم تفاوت زیادی بین این دو وجود داره؟ به نظر میاد که تفاوت جدی در خیلی از عرصه ها وجود داشته باشه به این علت که سپاه در تیفی از موضوعات سیاسی امنیتی اطلاعاتی درگیر هست خب ارتش این نوع درگیری ها رو نداره و بیشتر متمرکز به بحث حفاظت از مرزها بوده در نتیجه طبیعتا سطح درگیری سپاه خیلی خیلی بیشتر بوده در مقایسه با ارتش اما از نظر قانونی چطور در قانون اساسی چه تفاوت برای این دو قائل شدن ببینید روایت غالب در ایران این هستش که قانون اساسی ارتش رو مأموریت اصلیش رو حفاظت از مرزها قرار داده و مأموریت اصلی سپاه رو حفاظت از نظام قرار داده به نظر میاد که این روایت غلطه یعنی حداقل اگر متن قانون اساسی رو ما نگاه کنیم چنین تفکیکی توش دیده نمیشه البته ارتش متمرکز هست روی در واقع حفاظت از مرزها یعنی تمامیت ارزی و استقلال و نظام جمهوری اسلامی این در واقع ترمینولوژی هست در واقع لف... لفظی هستش که در اصل 143 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته در مورد سپاه گفته شده که مسئولیت اون در واقع نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای اون هست خب اگر که حاکمان جمهوری اسلامی تصمیمشون این بود که ارتش هم در همون زمینه هایی که سپاه در اون زمینه ها دخالت میکنه درگیر باشه میتونستن با استناد به اصل 143 که گفته ارتش یکی از مسئولیتاش پاسداری از نظام هست بگن خب پس میتونه در این هیته از موضوعات هم دخالت داشته باشه ولی تصمیم سیاسیشون این بوده که اینطور نباشه در حالی که در مورد سپاه یک تفسیر حد اکثری و از اصل 150 قائل شدن که میگه مسئولیت نگهبانی از انقلاب اسلامی رو داره گفتن خب پس نگهبانی از انقلاب اسلامی حتی ما فعلا داریم در هیته داخلی صحبت میکنیم مستلزم این هستش که مثلا در هیته از موضوعات سیاسی امنیتی و اطلاعاتی هم درگیر باشه این تصمیم سیاسی حکومت بوده البته تصمیمی که در ظاهر تبعیض‌آمیز به نظر میرسه اما در عمل باعث شده که جایگاه ارتش در سطح افکار عمومی بهتر بشه چرا به این خاطر که مانع از این شده که به مجموعه ای از هیته های مناقشه برانگیز وارد بشه در حالی که تفسیر حکومت در مورد سپاه چیز دیگری بوده در نتیجه اون در این هیته ها وارد شده اما این تصمیم حکومت به کجا کشونده این رو الان در اصل تفاوتاشون در روی زمین چطوره؟ ببینید گذشته از اینکه چون حکومت خواسته که سپاه در عرصه های درگیر باشه و ارتش در اونها نباشه خب سپاه در اون زمینه هایی که اشاره شد طبیعتا درگیری جدی داشته اما شاید ما اگر بخوایم متن قوانین ایران رو و قانون اساسی رو ملاک قرار بدیم تفاوت اصلی سپاه و ارتش در حیطه عمل جغرافیایی اون هست باز دارم من در راجب متن قانون صحبت می کنم. سپاه اسمش هست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این در هیچ قانونی به سراحت ذکر نشده ولی در ادبیات سیاسی حکومت ایران هر جا صحبت از انقلاب اسلامی هست انگار که اشاره داره به یک هیته جغرافیایی فراتر از مرزهای ایران مثلا آیت الله در ادبیات سیاسی حکومتی ایران یعنی در رسانه های حکومتی ایران عنوان رسمیش از رهبر انقلاب و نه رهبر جمهوری اسلامی ایران رهبر جمهوری اسلامی ایران رو شما شنیدید ولی عمدتا از رسانه های خارج از ایران شنیدید به همین نسبت هم اسم سپاه اسم رسمیش از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اون کلمه ایران دیده نمیشه در اون حتی کلمه جمهوری اسلامی هم دیده نمیشه باز به همون نسبت عین رهبر انقلاب انگار معنیش اینه که سپاه هیته عملی فراتر از مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران داره و هیته عملی داره فراتر از مرزهای ایران و میتونه در جاهای دیگر هم عمل کنه که عملا همین اتفاق افتاده البته جالب هستش که حتی در قانون اساسی در اصل 145 قانون اساسی این ذکر شده که پرسنل ارتش باید اینها در واقع تبعه ایران باشن ارتش و نیروهای انتظامی در مورد سپاه همچین تصریح حتی وجود نداره یعنی انگار وقتی در سال 58 قانون اساسی تدوین می شده این نگاه وجود داشته یا حتی وقتی که در سال 68 قانون اساسی بازنگری میشه این نگاه وجود داشته که لزومی نداره که حتما پرسنل سپاه تبعی ایران باشن البته در یک قانون پایینتر یعنی قانون مقررات استخدام سپاه 1370 در اون ذکر شده بعدا که پرسنل کادر سپاه اینها باید تبعی ایران باشن ولی خب در قانون اساسی نه در قانون اساسی اولی و نه در, در واقع متن بازنگری شدهش همچین چیزی وجود نداشته در عمل همین اجرا شده جالب اینه که باز در قوانین پایین‌تر یعنی مثلا در اساسنامه سپاه این ذکر شده که خب در زمینه حفاظت از مرزها سپاه به کمک ارتش میاد جایی که لازم باشه یعنی این باز ذکر شده که وظیفه اصلی با ارتش است در زمینه مرزها یا بالعکس در قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ذکر شده که وقتی که سپاه در خارج از مرزها احتیاج داشته باشه به کمک ارتش میتونه ارتش به کمک اون بیاد ولی یعنی مشخص میکنه که هیته جغرافیایی اینها هر کدوم در کجا هستش این هم البته یک تصمیم حکومتی بوده ولی در عمل باز به مناقشه های بیشتر در مورد سپاه دامن زده به این خاطر که گرایش های مختلف ایرانیان فارغ از اینکه حالا اصولگرا باشن اصلاح طلب باشن مخالف نظام باشن طرفدار براندازی باشن هر چی باشن به نظر میاد در مقوله حفاظت از مرزها بین اونها حداقل اختلاف نظر خیلی زیادی وجود نداره فارغ از اختلافاتی که در مورد روش ها ممکنه که خیلی راجع صحبت بکنن اما در مورد حضور در کشورهای دیگه در خارج از مرزهای ایران این یکی از موضوعاتی بودی که همواره در واقع مناقشه های خیلی تندی در تیف های مختلف سیاسی در موردش وجود داشته که خب این دومی به هیته عمل کرده سپاه مربوط می شده. خیلی ممنونم از همکارم حسین باستانی.